نام نام خانوادگی. جویا روحجانی. جرم. با یاد و نام امام راحل و همه سرداران غیور حق علیه باطل اختلاس. چقدر؟ 3000 تا اونجا، 4.5 بابک زنجانی، 2500 مجلس، 700 تا رحیمی. سرجم بگی 10 تا هم نمیشه. 10 میلیون؟ نه 10000. 10000 میلیون؟ نه 10000 میلیارد. تومن؟ دلار. دلار 10000 میلیارد دلار مصب تو. آقا بابا شما یه جوری مسئله رو بزرگ میکنه یکی ندونه فکر میکنه ما از دیوار خونه مردم رفتیم بالا. همین الان تو بند عمومی دوره کردم ما رو که این آفتابه دوست رو بیاین از اینجا ببرید. پررویگری نکن، میخوابونم تو چپ و راست صورتت لهت میکنم. دلش جان تو صورت ما رو دیگه سیاسی نکن. صورت ما نه چپیه نه راستی، یه کفگرگی بزن اون وسط خلاص. خب چجوری شروع کردی؟ والا من دم پارک لاله بلال فروشی داشتم. بله 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 شیر بلاله، بله 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 شیر بلاله. از اینا تا اینکه زد و یه روز شانسی همه نماینده های مجلس اومدن بلال خوری که اونجا دیگه صحبت مزرعه شد، مزرعه ذرت. از اونجا هم یه بحث زمین اومد وسط، بعد دیگه موضوع واردات هم وارد شد. گفتیم از کجا باید وارد کنیم؟ گفتن اسکله. گفتیم چی وارد کنیم؟ گفتن نفت. گفتیم تحریم؟ گفت دور. گفتم کجا؟ گفت توتال. گفتم این سیر ولایی ما بود از بلال الی توتال. بعدم شدیم معاون رئیس جمهور. کی باهات همکاری میکرد؟ نمیگم، تا پای جان نمیگم. داداشم پویا روحجانی رئیس سابق کمیسیون اقتصاد مجلس. بیارینش. دهنش وطن فروش. یه چک بهت نزدن ما رو اینجوری فروختی ها. سلام خان داداش. تو داداش اینی؟ اینجوری میگن. چی شد تو هم وارد جریان فساد اقتصادی شدی؟ آقا فساد اقتصادی چی آقا؟ یه جوری میگید فساد اقتصادی انگار ما رو یتیم خوردیم ما. من که میدونم پشت این داستان یه جریانات سیاسیه، حتما یه اهداف سیاسی داره این قضیه. مزخرف نگو، چقدر اختلاس کردی؟ والا یه 10000 تا اونجا، 3 تا جنتی، 4 تا مرحوم مهدوی کنی، احمد خاتمی، 3000 تا. اون 10000 تا ما رو کم کن دیگه، ندادی بهمون. ببند دهنه تو. آقا سرجم حساب کنی گردش هم بخوای بکنی ها 50 تا نمیشه. 50000 میلیارد دلار. تو چجوری شروع کردی؟ نه تو چجوری شروع کردی؟ والا ما سر یاخچی آباد باقالی فروشی داشتیم. یه روزی نماینده های مجلس همه با هم دیگه جمع شدن اومدن اونجا باقالی خوری کرد دیگه. بود دیگه اونجا صحبت گلپر و سرکه و اینا شد که دیگه بعدش مزرعه گلپر و اسکله و واردات سرکه با نفکش و اونا و اونا تهش هم رسید به توتال. درسته؟ شما که دیگه ماشاءالله خودتون اعلم علمایید. حرف دیگه ای نداری؟ حالا میخوای یه پیام بدم به جوونا؟ پیام لازم نکرده. میخوای یه مشت محکم بدم تو دهن استکبار جهانی؟ مشت. غلط اضافه نکن، بگو کی باهات همکاری کرده. من نمیگم. من اصلا از این من از آدم فروشا نیستم. من تا پای جان نمیگم. بابام حضرت آیت الله کوبا روحجانی از فقهای شورای نگهبان. بیارینش. خدا ذلیل مرده ها جس جیگر بزنید شما. بچه بزرگ کردم قاطق نونم بشه، قاتل جونم شده، بر پدرتون لعنت. حاج آقا مبلغ اختلاس. ها؟ مبلغ التماس؟ میگه چقدر تیغیدی؟ چقدر تیغیدی؟ والا یادم نیست، یه 3000 تا بیت ولایت بود، 4000 تا جنتی، 16 تا صافی گلپایگانی. آیت الله کاشانی یاد نره آقا جون. آها اونا مگه حسابه؟ 200 هم شیخ فضل‌الله نوری بود. آه
خوبه بابا دیگه، اینجوری باشه باز شاه عباس صفوی رو حساب کنی شما، جمعا حساب کنی آقا جون، ستام نمیشه. از کجا شروع کردی؟ والا من دم مسجد شاه لب فروشی داشتم، لبو لبو میفروختم. یه روز نماینده های مجلس اومدن لبو خوری. بسه 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 دیگه نمیخواد بگی داستان اسکله و نفت و آجاقا ما اونا رو گفتی. شما دیگه زحمت نکش، واسه قلبتون خوب نیست. نه این یه جوری صحبت میکنه انگار ارث باباشو خوردی. همکارات کیان؟ فکر میکنی منم مثل این دوتا جونورم؟ من نمیگم، تا پای جونم باشه نمیگم. نه آقا ما بس دیگه. کوبا جون خوب نیست سر خالت داد میزنی. خاله جون تو خودت به آقا مشتبه که مشتاله. خاله یه جوری صحبت میکنی انگار مال مردم رو خوردیم. با من جلو استخر شیرودی آبزرشک میفروختم. یه روز آقا مشتبه اومد اونجا با هم دیگه نشستیم بساط زرشکویی و خلاصه نماینده های مجلس هم اومدن.